و در آرزوی تندرستی عزیزانمان نذرها کرده بودیم. گرچه در تصمیمات جنگجویانه و انتقامجویانه نه نظری از ما پرسیده میشد و نه مخالفت ما اهمیتی داشت. انتقام سخت گرفته شد، اما از کی؟ از خود من. وسطها هم نسل درد کشیده مظلوم و بیپناه دیگر درست مثل من نامش را خطای انسانی نامیدند و بی جنایتی انسانی مرتکب شدند که دنیا را در بحت فرو برد. هیچ کس نمی داند این جنایت بزرگ در حق انسانیت متمم کدام قرارداد بود، اما تنها چیزی که همه فهمیدیم این بود که در این لحظه دردناک تمام حاصل زندگی ما را با بیرحمی تمام به کام مرگ کشاندند. درست مثل روزهایی که ما با دردمندی مادران فرزند از دست داده در جنگ اشک ریخته بودیم، میلیون ها نفر پا به پای ما سوگواری کردند. حتی کسانی که هیچ آشنایی و قرابتی با خانواده های جان باختگان این جنایت نداشتند. آن روز ایران گریست، شاید نه در عزای فرزندان ما که در قلب بیپناهی خود. بر این مردم هر آن امکان تحمیل ستم وجود دارد، بی آنکه هیچ محکمه‌ای دادشان را بستاند و حتی صدایشان را بشنود. تنها دلخوشی که برای من مانده همین همدلی هموطنان است و بس. اما تا کی؟ تا کی قرار است مهربان‌ها پر بکشند و از کودکی با یک دنیا آرزوی پیش رو فقط کفش سوخته‌ای بر خاک باقی بماند؟ آن صدای انفجار، صدای فرو ریختن کاخ آرزوهای 177 انسان بیگناه بود. صدای شکستن دل صدها انسانی بود که امید دیدار دوباره عزیزانشان را در دل داشتند. صدای زجه مادران و پدرانی بود که به یک لحظه تمام وجودشان قربانی خودکامگی گروهی اقلیت شد. این صدای شکستن دست تقدیری بود که شما در جهت حفظ منافع خود شکستید. برای پایان این متن خواستم جمله ای از کتاب خدا بنویسم. قرآنی که مهربانم قبل از ترک خانه بوسیده بود را برداشتم. با بغض جای بوسش را بوسیدم و آن را باز کردم. سوره تکویر و سؤال به ای ذنب قتلت؟ تنم را لرزان. شک ندارم که روزی در آتش ظلمی که برافروخته‌ای خواهید